سلام از کنم آقای قاسم شور سعدی. ممنونم که تشریف بردید و به دعوت ما برای انجام این گفتگو پاسخ مثبت دادید در حالی که جهان از جمله مردم افغانستان و جامعه جهانی کشورهای غربی با بحت و نگرانی ناظر تحولات افغانستان و به حکومت جدید طالبان در افغانستان هستند جمهوری اسلامی ایران در حقیقت رویکرد متضادی داره از یک طرف خوب خوشنوده که آمریکایی ها دشمن اصلیش از مرزهای شرقی کشور رفتن از افغانستان رفتن و در این حال نگرانن دستکم از حضور و فعالیت های داعش شاخه خراسان در افغانستان و به همین مناسبت دیروز سهشنبه جلسه ویژه‌ای پشت درهای بسته در مجلس اسلامی تشکیل دادند با حضور فرمانده سپاه قدس اسماعیل قانی برای بررسی این نگرانی برخی اخبار تایید شده حاکی از این است که سپاه پاسداران وارد نوی بدبستان و گفتگو با طالبان شده برای مقابله با خطر داعش در افغانستان پیش از هر چیز مایلم به کوتاهی بفرمایید اساسا این اتفاقاتی که امروز داره در افغانستان میگذره در ایران کشوری که خب 900 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان داره تاریخ مشترک داره و به دلایل دیگه چه تأثیری خواهد گذاشت حتما تاثیر جدی داره بر امنیت ملی ایران ما یک جنگ هشت ساله رو در قرب کشورمون داشتیم بین دو کشور شیعه تازه در جهان که همه منابعش از بین رفت هر دو کشور الان این خطر در شرق کشور هست با این همه سلاح و تجهیزات نظامی که امریکا به جا گذاشته و رفته و تضاد ایدئولوژیکی که طالبان با بالاخره جمهوری اسلامی دارند هرچند اینا به طور موقت به نوعی تفاهم رسیده اما این موقت هست دور شدن امریکا خیلی فاکتور ارزنده برای ایران نیست اصلا ایران از اول موجب حضور امریکا در منطقه شده به خاطر جنگ هشت ساله ای که خود خمینی هم درش تأثیر گذار بوده زیرا جنگ ایران عراق جنگ موازنه قدرت هست و در جنگ موازنه قدرت یک عامل سوم باید شرکت کنه که کنترلور هست به نفع اون کشوری که ضعیف شده در اون موازنه دوران جنگ سرد و اگر اون کنترل نشه بعد از اینکه موازنه اعاده میشه مجددا خود اون موازنه رو به هم میزنه در واقع اشغال کویت توسط صدام حسین در واقع یکی از ویژگی های دوران جنگ سرد بود در, در رابطه با جنگ ایران و عراق که یکی از مقصرین اصلیش خود خمینی بود به هر حال و این اشغال کویت سبب شد که امریکا بیاد خیمش تو منطقه بزنه قانونا لذا اصلا ایران سبب شده که امریکا اومده تو منطقه همینطور که الان سیاست های غلط ایران سبب شده که اسرائیل اومده همسایه ما شده در امارات و جای دیگه بنابراین حالا ما باید بدونیم که با وضعیت جدیدی رو هستیم که امنیت ملیمون حتما تهدید میشه نه فقط مال ما امنیت ملی مردم افغانستان هم درست در همین راستا هم است که اندیشه راه سوم راه نجات ایران امروز یه بیانیه منتشر کرده دو ملت افغانستان و ایران رو دعوت کرده به مقاومتی ملی برای دفع شر این دو یک سکه یعنی طالبان حاکم در افغانستان و طالبان حاکم در ایران علا بعضی اختلافات ایدئولوژیک که دارن اما اینا در واقع دو روی یک سکه هستن نکته مهمی اشاره کردید طالبان هم در روزهای اخیر و منتهی به تشکیل حکومت جدیدشون بعضا اعلام کردن یا گفته شد به نقل از رهبران طالبان که اونها ایران رو نظام سیاسی ایران رو الگو قرار دادن فکر میکنید که و از ترکیبی هم که شکل گرفته یعنی یک رهبر مذهبی رأس رئیس دولت قرار میگیره و خب اعضای دولت هم مرکب از طالبان هستند و باید شریعت اسلامی رو اجرا بکنن به فرموده رهبر مذهبیشون فکر میکنید که تا کجا این بتونه بستر نزدیکی دو نظام سیاسی حاکم بر ایران و افغانستان رو تعمین بکنه و نگرانی های امنیتی ایران رو در قبال داعش برطرف بکنه به نظرم با توجه به تضاد ایدئولوژی که دارن این تفاهم دو حکومت تفاهمی است موقت و مصیبتی است مشترک برای دو ملت افغانستان و ایران لذا ما تجربه هم داریم ببینید الان افغانستان با سه سوت و بدون مقاومت مردم افغانستان واگذار شده همین اتفاق 1400 سال پیش افتاده که به ایران و افغانستان حمله کرده اون موقع دو, دو, کشور یک ملت و یک کشور بودن خب همون موقع هم اگر مردم مقاومت میکردن اینجوری به سرشون نمیومد الان ما باید عبرت بگیریم که خب 20 سال بالاخره افغان ها داشتن به زندگی خودشون میپرداختن قرار نیست که حالی یه دولت خارجی هم که اومده تو علال عبد بمونه و حمایت بکنه بالاخره یه ملتی باید خودش احساس مسئولیت ملی کنه برای مقدرات خودش در دست بگیره اتفاقا این که افتاده جالب هست اولا آب سرد رو ریخ رو دست اونهایی که در ایران و در هر جای دیگه منتظر بودن خارجی ها بیاد اونا رو نجات بده الان باید بفهمن ببینید خارجی دنبال منافع خودش هست و هر لحظه که لازم باشه ملت های دیگر قربانی بکنن میکنن الان شما دیدید که و با چه خفتی الان امریکا ترک کرده اونجا را قرارداد رو ترامپ بسته ولی بایدن اجرا کرده خیلی جالب است یعنی در چارچوب منافعی که برای امریکا تعریف شده فرقی بین ترامپ و بایدن نیست و لذا این یک عبرت که ما باید بگیریم که اختیار ملتمون رو به دیگران ندیم ملت خودش باید احساس مسئولیت کنه و از حریم خودش از سپهر خودش و از کیان خودش دفاع بکنه از قرار در نشست دیروز مجلس پشت درهای بسته خب برقی اخبارش در رسانه های رسمی ایران بیرون درس کرده فرمانده نیروی قدس رفتن آمریکایی ها از افغانستان رو نتیجه اقدامات جمهوری اسلامی دونسته و خب ابراز خوشنودی کرده فکر میکنید که چقدر این خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان میتونه تامین کننده منافع جمهوری اسلامی و یا رفع کننده نگرانی های امنیتی اونها باشه خب اینجا فرانسه میدونه که آقای جورج کلمانسو یه جمله معروفی داره میگه که جنگ مهمتر از اون است که مدیریتش صرفا دست جنرال ها باشه الان جنرال های ایران نه تنها جنگ بلکه سیاست اقتصاد تجارت فرهنگ و همه چی ایران رو دارن کنترل میکنن و فاجعه میآفرینند ببینید اصلا داعش چرا به وجود اومد داعش عمدهترین ترین دلیلش خروج زود هنگام نیروهای امریکا از عراق بود که در زمانی که یک دولت مستحکم در عراق نبود اینا نیروهاشون رو خارج کردن و وجود یک دولت و یک دولت ضعیف شیعی که سنیهای های با... عراق رو چه... که چهل درصد جمعیت و یه اقلیت بزرگ بودن و ده ها سال حاکم بودن روابط داشتن قدرت داشتن اینا رو آقای نوری مالکی به حاشیه راند مظلوم شدن بنابراین خروج زود هنگام امریکا از عراق عمده ترین عامل به وجود اومدن داعش بوده الان خروج این موقع امریکا از افغانستان هم اتفاقا امنیت ایران رو که تضمین نمیکنه که هیچی اتفاقا ما خطر جدی امنیتی داریم و همونطور که یک جنگ هشت ساله در قرب کشور بین دو کشور شیعی اتفاق افتاد امروز امکان جنگ بین طالبان و همین جمهوری اسلامی از هر وقت دیگری در واقع محسوستر و محتملتر هست برخی ناظران دست کم در مورد عراق این رو بیان میکنن که داعش در حقیقت واکنشی بود به یک حکومت شیعه ای که دست بالا رو در کشوری پیدا کرده بود که همواره سنی ها قدرت بلا منازه در اون کشور بودن و خب تشکیل شبه نظامیان شیعه از توی تهران در عراق نیز در این بین نقش اساسی داشته فکر میکنید که منازعات پنهان یا آشکاری که میتونه امروز با تحولات افغانستان بین ایران و افغانستان شکل بگیره تا کجا میتونه به خودش شکل منازعات قومی مذهبی میان شیعه و سنی بگیره و تا کجا اون وقت حکومت تهران میتونه بر اتحاد خودش برای با, طالبان برای مقابله با داعش حساب بکنه شما باید مثلث واشنگتن ریاض و اسلام آباد را هم از نظر دور ندارید ببینید الان بازیگران اصلی من افغانستان این سه پایتخت هستند و اون تضادی که خود شما هم بهش اشاره کردید وجود داره بنابراین ضمن این که میدانید که در سیاست نه منفعت همیشگی هست و نه دشمن و نه, دو نه, نه دوست همیشگی و نه دشمن همیشگی ولی منفعت همیشگی هست هرگاه منفعت این مثلث ایجاب بکنه که یک جنگی مخصوصا با این همه تجهیزات نظامی که در افغانستان بی رها شده در اختیار طالبان ببینید یک نمونهش همین در رای که حتی ارتش سرخ نتونسته بود اونجا رو اشغال کنه اما الان دیدید که به چه روزی افتاده بنابراین من آین چشمنداز مثبتی برای کشورمون نمی بینم به همین دلیل هم هست که ما در بیانیه که امروز منتشر کردیم هر دو ملت افغانستان و ایران رو به مقاومتی ملی تمام ایار دعوت کردیم که این دو ورژن طالبان در ایران و در افغانستان که دشمن مشترک و خطر مشترک دو ملت هستند رو با قیام ملی برطرف بکنن آقای شول سدید رهبران مذهبی سنی های سیستان و بلوچستان از جمله اولین کسانی بودند که تبریک گفتن پیروزی طالبان رو به اونها و کسانی هستن که در این حال خودشون رو دست کم رسما وفادار به نظام مستقر در ایران ولایت فقیه نشون میدن چقدر فکر میکنید که این منطقه که منطقه سنی نشینه و پیوندهای قومی مذهبی و دیگر تعلقات بین طالبان چه در افغانستان چه در پاکستان و این مناطق ایران وجود داره بتونه به منشه نگرانی برای حکومت ایران تبدیل بشه میتونه باشه این که به خاطر اینکه به ویژه اهالی سنی ما چه در غرب چه در شرق کشور همیشه از تبعیضات ناروایی که برشون تحمیل شده در رنج هستن طبیعی بوده که این اهل سنت از ظهور مجدد طالبان در افغانستان به عنوان یک دولتی که میتونه مدافع اونا هم باشه در قبال رفتار ایران استقبال بکنن و لذا اینکه میگم چشمنداز مثبتی ما نداریم برای امنیت آینده کشورمون یکی از دلایلش هم همین هست ما باید به خواسته های منطقی اهل اه اه سنت در کشورمون و همینطور اتنیک های مختلفی که هستن پاسخ منطقی بدیم اگر ندیم طبیعتا ممکن اینها یه روزهای یه وقتی در واقع با طالبان هماهنگ بشن بله. بسیار خوب از توضیحات شما بی اندازه سپاسگزارم آقای قاسم شول و ممنونم که در این گفتگو بود بود شرکت کردید موفق باشید